سلام، شنونده و بیننده صدای آمریکا هستید. بخش فارسی رادیو تماشا. من ماه منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید. شش صبح دوشنبه 24 آذر ماه سال 1393 خورشیدی در ایران است، برابر با 9:30 یک شنبه شب 14 دسامبر 2014 میلادی در واشنگتن، پایتخت آمریکا. طی این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان، طی گفتگوی هفتگی پرداختن علمی به امر سیاسی همراه دکتر آرام حسامی، امروز میرسیم به رویدادی در ایالات متحده آمریکا. این برنامه رادیویی بخش فارسی صدای آمریکاست که از شهر واشنگتن تقدیم شما می شود. دیک چینی، معاون رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده، از روش‌های بازجویی سختگیرانه سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا یا سیا دفاع کرد و گفت این سازمان آنچه را انجام داد که هدف کاخ سفید بود، از تدوین برنامه‌ای برای بازجویی از تروریست‌های مظنون پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 میلادی. بررسی رویدادهای خبرساز هفته از منظر مطالعات تطبیقی علوم و فلسفه سیاسی، گفتگوی هفتگی دیگری است که مستقیم از استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن تقدیمتان میکنم، همراه یک استاد علوم سیاسی در مونتگومری کالج مریلند و مدیر مطالعات بنیاد مطالعات پیشرفته بین الملل در واشنگتن، دکتر آرام حسامی، که امروز از طریق خط تلفن صدای آمریکا همراه ما هست. دکتر، صدای منو میشنوین؟ اگر سلام عرض میکنم. آقای دکتر، این هفته به هر حال خبر خبرساز، خبر جنجالی، گزارش سنای آمریکا بود علیه سیا، سنا علیه سیا، رجب شکنجه ها، عنوان شکنجه روش گذاشته شد به هر حال، یا بازجویی های سخت گیرانه ای که در گوانتانامو، زندان گوانتانامو انجام شد و اینها، واکنش های بسیار متفاوتی، من یه بخشش رو اینجا آوردم که در خلال صحبت ارائه کنم، اما از جمله واکنش های مقامات جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، بوده به این موضوع که خب ایالات متحده خودش قوانین بین المللی و حقوق بشر رو مراعات نمی کنه. شما اولین ارزیابیتون راجع به این چیزا برام بفرمایید تا در خلالش سوالای دیگر رو مطرح کنیم. بله، بسیار خوب. من میدونی از راه دور نمیتونم شیطنت کنم اونجوری که اونجا هستم، بنابراین میبخشید صدام هم گرفته، ولی به هر حال در خدمتیم. عرضم بزرگ که بله، این بسیار بحث جالبی بوده این هفته در واشنگتن و تمام دنیا. من فکر کردم که سوال شما بسیار خوب مطرح شد. ببینید، از در کل اول صحبت کنیم، من چون میخوام تکلیف روشن کنم، لاقل خیلی در واقع رک بگم، حالا اسمشو هر چی میخوان بذارین، صحبت بر این بوده و این اسمش واقعا شکنجه بوده، یعنی در حقیقت CIA بعد از سپتامبر 11، بعد از 11 سپتامبر، برای بازجویی و دسترسی به اطلاعاتی که فکر میکردن حیاتی باشه برای یکی جلوگیری از اعمال تروریستی آینده و یکی در حقیقت پیدا کردن کسانی که مسئول این کار بودن در مدت زمان تا قبل از آقای آمدن اوباما سر کار، این 2009 آقای اوباما این کار رو، شکنجه رو متوقف کردن. صحبت این هفته بر این بوده که این یک خبری، یک رقیقت ریپورتی، گزارشی بیرون اومده که این رو در رقیقت 6 ماه پیش هم آماده بود، قرار بود بیاد بیرون، ولی مسائل انتخابات و اینا بود و الان بیرون اومده از طرف سنای آمریکا. همونجوری که گفتید مسئله است. من بدونید 3-4 چیز اول مشخصا بگم و بعد اون استفاده ابزاری که پوتین یا خامنه ای و کشورهای دیگه هم بودن استفاده میکنن، و اینکه آمریکا رو نگاه کنید، این حقوق بشر و نقض قوانین حقوق بشر مختص ما نیست،
اینا لازم نیست به ما درس حقوق بشر بدن، برن مسائل خودشون درست کنن. این واقعا مطرح شده در روسیه و توییت خامنه‌ای را من دیدم، این مجسمه آزادی رو که فرستاده بودن. عرضم به حضورتون که بذاریم اولی که واقعیت رو بگیم. درسته اسم شکنجه نبوده در ریپورت سیایه، اما شکنجه بوده و متوقف شده. مسئله این بود که این مسئله یه جالبه، یکی که این شکنجه در مورد افرادی اعمال شده که در واقع یا تروریست بودن یا مظنون به تروریست بودن یا اطلاعاتی داشتن که با تروریست ها یا همکاری کردن یا همکاری میکردن. بنابراین این نه توی آمریکا بوده، نه اتباع آمریکا بودن، نه حتی توریست های آمریکایی بودن، در آمریکا انجام نشده. این عوض میکنه قضیه رو. ولی بذارین اینجوری بگم، بعد از سپتامبر 11 سپتامبر حقوقدانای آمریکایی توی دولت بوش یک استدلالی کردند که کانونسیون ژنو در واقع هم متنش هم روح قانون و کانونسیون برای این بودی که از زندانیان و از شهروندانی که در زمان جنگ یا دستگیر میشن یا زخمی میشن یا زندانی میشن یا تسلیم میشن یک قواعدی بذارن که اینها رو در واقع پروتکت کنن، یعنی در حقیقت اینها رو جانشون رو و از شکنجه و آزار اینا مسئول بمونن. یعنی بین رزمنده و غیر رزمنده و بعد حتی رزمنده که دستگیر میشه تفاوت گذاشتن و هدف این بود که بعد از 1945-49 که در حقیقت این سانونسن تموم شد، کشورهای متفاوت اگه شما نکنم 178 کشور هم امضا کردن، اینها اتباعشون و شهروندانشون و سربازشون مسئول بمونن. آرگومنت یا استدلالی که بوش ادمنستریشن دولت بوش انجام داد این بود که یک گروهی هستن که شهروند هیچ کشوری نیستن، بهشون گفتن اینا ستیتلس کامباتنت. ستیتلس یعنی که کشور نداره، کامباتنت یعنی رزمنده، یعنی رزمنده های غیر قانونی. و بعد گفتن در مورد اینا کانونسیون ژنو اعمال نمیشه، یعنی استدلال کردن، استدلال حقوقی کردن، در حقیقت خودشون رو اینجوری خواستن مصدوم بکنن از این کار. اما این کار انجام دادن. امروز هم آمریکا هم دنیا اینو مردود کرده. اگه از من بپرسید آیا آمریکا کانونسیون ژنو رو زیر پا گذاشته، من میگم بله زیر پا گذاشته. و این پرکتیس یا این به اصطلاح روش کار متوقف شده در آمریکا بعد از آقای اوباما. اما این ریپورتی که اومده بیرون حاکی از مسائل دیگه است که به نظر من خیلی نادیده میگیریم، خیلی سطحی میگیریم، مخصوصا کشورهای غیر دموکراتیک اینو از استفاده ابزاری میکنن. ببینین آمریکا این رو با اتباع خودش این عمل انجام نشده. در واقع این ریپورتی که اومده بیرون یه ریپورت مخفی هم نبوده که الان افشاگری شده. موضوع از همطور که گفتین از 6 ماه پیش مطرح بود و خیلی وقت بود نوشته شده و 6000 صفحه تحقیقه آقای دکتر. 6 میلیون صفحه نه 6، من تو خبرها دارم 6000 صفحه هستش این تحقیقات. نه تحقیقات، ولی بر اساس شواهدی که خوندن، یعنی چند مدرک و چند نسخه رو نگاه کردن از ریپورت های CIA که به این 6000 تا رسیدن رو من دارم میگم چقدر اومده بیرون که به 6000 تا رسیده. خود این نشون دهنده اهمیتی هست که مقامات، مسئولا یا حتی فرض کنید یک گزارشگر یا سناتورها به موضوع دادن که کاری به این عظیمی کردن، برای چند موردی که شک داشتن کاری به این عظیمی، تحقیق به این عظیمی کردن و اینطور علنی هم اعلامش کردن. ها بله، ببینین صحبت کردیم راجع به این مسئله. ببینین یه دو پرینسیپال، دو تا چیز جالب که قبلا صحبت کردیم، یکی که تفکیک قوا در هر جامعه دموکراتیک بایستی باشه، یکی که اون توازن قوا یا قدرت یا چک اند بالانس که ما میگیم. ببینین این ریپورت رو CIA خودش انجام داده، یعنی در واقع خیلی شفاف اون رو گفتن که چی کار کردن، بر اساس اون ریپورت نوشته شده
و همکاری کردن که چی شده. یعنی یک قوه مقننه در مورد سنا یک گزارشی خواسته، چون وظیفه سنا هست به یه آژانس، سیای وزارتخونه نیست که آژانسه، این آژانس که زیر نظر قوه مجریه یعنی پرزیدنت آمریکا کار میکنه و ریپورت میده هر هفته هر ماه به چند تا از این کمیته های توی مجلس نمایندگان و مجلس سنا، اینا ریپورت کاراشون رو میدن خیلی شفاف، این رو به اونا در حقیقت اونا که مسئولن ریپورت دادن و الان یه ریپورت کاملی ارائه شده. این ریپورت هم سنا تصمیم گرفته علنیش کنه، یعنی بده بیرون بگه آقا جون اینجوری شده. و بعد رئیس CIA آقای برانن میاد دفاع میکنه، میگه چه اتفاقی افتاده، چرا ما این کارو کردیم و به کجا رسیدیم. من میخوام اینو بگم، ببینیم هم تفکیک قوا هم توازن قدرت وجود داره، هم شفافیت. CIA فراموش نکنید، هر جوری شما میخوان اسمشو بذارید، یک سازمان جاسوسی است که وظیفه‌اش اطلاع جمع کردن برای حفاظت از جان، مال و منافع آمریکاست. با وجود این، اینها به اصطلاح این ریپورت کارشون رو انجام دادن، وظیفه‌شون رو انجام دادن، از نظر قانونی هم مسئولن. چرا؟ چون پرزیدنت بهشون گفته این کار شدنیه. چرا؟ چون وکیلای بین‌المللیشون گفتن این کار انجام بدید. یا بعد از 11 سپتامبر این به اصطلاح جا افتاده بوده. پرزیدنت بوش منظورتون بود؟ بله، پرزیدنت بوش. گفتید هم ببخشید هم هم سنا و هم CIA و هم قوه مجریه آقای اوباما کارشون رو انجام دادن، یعنی رسیدگی کردن، بررسی کردن، کانونسیون رو دیدن، با وکیلای متفاوت مشورت کردن و این الان اومده بیرون که آقا جون ما این کار رو کردیم، به نظر میاد که یک ضرورتی داشته و الان ما از این گذشتیم. پس بنابراین چیزی نبوده که بگیم حالا یه عده رفتن لو دادن یا مثلا افشاگری شده، فاش شده. یعنی یه ریپورت CIA که داخلیه و بعد به قوه مقننه و مجریه میدن و بعد بر اساس اون و شواهدی که بوده با اون مدارک و اینها یک ریپورتی به سنا دادن و این ریپورت که داریم راجع بهش صحبت میکنیم. بله. یعنی حالا اگر مواردی اینطور باشه آقای دکتر حسامی، اگر مواردی اینطور باشه، حالا اگر نه طبق گزارش سنا، طبق گزارش خود CIA پس بوده، حالا اگر وقتی مواردی اینطوری هست، استناد کردن مقامات کشورهایی مثل جمهوری اسلامی که در رأس کشورهای ناقض حقوق بشر شمرده میشن در طبق استانداردهای جهانی، اینها بگن خب حالا چون در امریکا بوده پس اونجا آیا مجوزی میشه، حالا چون در امریکا چند مورد اتفاق افتاده مجوزی میشه که در ایران هم با شمار یا گستره بزرگتری اتفاق بیفته، این استدلال که خب اونجا هم هست آیا استدلال منطقیه؟ نه ببینین خیلی جالبه، بذارین باز بگری، خیلی جالب، من اینو مستقیما جواب خواهم داد. ببینین همجور که عرض کردم این تو آمریکا اتفاق نیفتاده، این آمریکا در گوانتانامو بی کیوبا یعنی یک کشور سوم، نه اتباع خودش، نه توریستای، نه شهروندان کشورهای دیگه، نه توریستا، نه اونایی که مظنون بودن. البته انسان انسانه دیگه، حالا فرق نمیکنه برون مرزی یا هویت حقوقی. از نظر هویت حقوقی اینی که میگیم اتفاق افتاده با اون کاری که تو کشورهای غیر دموکراتیک با اتباع و شهروندان خودشون هر روز انجام میدن یک تفاوتی است. اتفاقی افتاده. من از نظر قانونی عرض کردم آمریکا زیر پا گذاشته کانونسیون ژنو رو، اما من مطمئن نیستم و این یه بحث جالبی خواهد بود، امیدوارم یه موقع انجام بدیم، ولی به یک ساعت حداقل وقت احتیاج داره از نظر اخلاقی و از نظر مورالی که ما میگیم اخلاقیات، آیا این کار صحیح بوده یا نه، این بحث جدایی است. از نظر قانونی بله قانون شکنی کردن، اما این حالا این مسئله اینجاست، کشورهایی که غیر دموکراتی هستن میتونن بگن که آقا ببینین آمریکا یه بام و دو هواست، تروریست‌ها رو اینجوری رفتار میکنه وشون، ولی از راجع به حقوق انسانی و تعهدات بین‌المللی صحبت میکنه، میگه شما تعهدات بین‌المللی رو عمل نمیکنید، ما میکنیم. بله این اعتراض وارده، اما این اعتراض وارد نیست که بیان بگن آمریکا پس به ما درس حقوق بشر نده، آمریکا به ما پس نمیتونه به ما درس حقوق بشر بده یا درس بده به ما که چجوری با شهروندان خودمون رفتار کنیم. این اشتباه. بذارین من بگم چجوری میتونه آمریکا به شما درس بده. یک،
راجب آزادی بیان، راجب آزادی گرده همایی، راجب آزادی مطبوعات میتونن به شما درس بدن. راجب آزادی مذهب میتونن به این کشورها، هم پوتین هم آقای خامنه‌ای با این رو در حقیقت در نظر بگیرن که در این کشورها آمریکا میتونه راجع به مذرات ولایت فقیه یا ولایت مطلقه فقیه به شما درس بده. میتونه راجع به وابسته نبود، وابسته بودن دانشگاه، مذرات وابسته بودن دانشگاه به رژیم های قدرت درس بده. میتونه راجع به استثبابی بودن سیستم بهتون درس بده. میتونه راجع به انتخابات آزاد و منصفانه و سالم درس بده. میتونه راجع به آزادی زنان درس بهتون بده. این به این معنا نیست حتی اگر آمریکا تخلفی هم کرده باشه میتونه به شما راجع به تفکیک قوا، راجع به بازخواست پذیری، راجع به این که توازن قوا وجود داره و حتی توی یک اتمسفر ایدئولوژی و حزبی میتونه به شما درس بده که شفافیت وجود داره و ما در واقع به قول آمریکا میگن dirty laundry، یعنی لباسای کثیف رو میبریم به مردم نشون میدیم. یعنی این، یعنی میام میگیم آقا جو بله ما این کار کردیم، اشتباه کردیم، درد گرفتیم و به هر حال داریم روی این یک دیالوگ ملی درست کردیم. اینا رو ما میتونیم درس بدیم. بنابراین این گیر دادن به آمریکا راجع به این مسئله که چون شما میکنید به ما نمیتونید درس حقوق بشر بدید اشتباهه. صحیح. آقای دکتر حسامی، چند تا از واکنش های جدیدی که آمده رو براتون بگم، احتمالا در جریان هستید. به هر حال خود آقای اوباما که گفتن که یعنی این موضوع رو بعدن ممنوع اعلام کردن و البته از رئیس سیا دفاع کردن و گفتن که بیشون به هر حال توی یک همچین موقعیتی، یعنی پشت سیا رو در نهایت خالی نکردن. سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت رئیس جمهوری معتقد است که مهم است مردم آمریکا از آنچه دقیقاً اتفاق افتاده تا اونجا که ممکن هست مطلع بشن، که این تایید میکنه صحبت شما رو راجع به آزادی بیان. آقای دکتر، ایران به هر حال همیشه دنبال این بوده که بگه آمریکا این مشکل رو داشته، پس احتمالاً یا تلویحاً اشکال نداره که ما هم این مشکل رو داشته باشیم، در حالی که مشکل ها هم جنسشون هم نوع و گسترهشون به خصوص شمار و اون وسعتشون متفاوت هست. اگه بخواین مقایسه کنین در دنباله صحبتاتون، بخواین مقایسه بکنین رویدادهای اونچه جنبش سبز خونده شد و بعد زندانیای سیاسی، روزنامه نگارا، اون اسم ایران که گویا بعد از چین دومین کشور از نظر خفقان بیان و اینها رو چجوری در بله. یک دو دقیقه که وقت داریم جمع‌بندی میکنین، ارزیابی کلی میکنین؟ بله جالبه. ببینین، مملکتی که یک نفر که مسلمونه وقتی مسیحی میشه حکم اعدام صادر میشه واسش، مملکتی که این شهروندان شمرده میشه، ایران رو من عرض میکنم، کسایی که حقوقشون در هم از قانون اساسی و هم از نظر بین‌المللی بایستی محافظت بشه ازش، کسانی که با زنای مملکت اینجوری به عنوان سکند کلاس سیتیزن، شهروندان دست دوم رفتار میکنن، کشوری که آزادی بیان، آزادی قلم وجود نداره و اعتراض به یه انتخابات باعث میشه که چه به سر جوانای مردم توی کهریزک بیارن، این مملکت کاملا از نظر گسترش، نه اصلا از نظر اصولی قانون و قانونمندی رو رعایت نمیکنه. و از نظر اصولی وقتی شما میبینین تفاهم اتهام نمیشه، مدارک رو دنبال، مدارک رو پیگیری نمیکنن، قانونمندی وجود نداره، فساد اخلاقی، فساد مالی در تمام سطوح جامعه وجود داره، و وقتی میبینید که واقعا منافع ملی و تعهدهای بین المللی رو هم انجام نمیدن، بنابراین نمیتونیم بگیم این مثل همه. حقوق حتی یک کسی که به عنوان توریست وارد آمریکا میشه مقابل حقوق یه آمریکایی از نظر قانون اساسی و حقوق انسانی.
بنابراین این کاملا تفاوت وجود داره. اما همونجوری که گفتم راجع به اون مواردی که گفتم میتونن درک کنن، مثلا راجع به توازن قوا و شفافیت و آزادی مطبوعات. این به هر حال استفاده ابزاری و مصرف داخلی شرایط غیر دموکراتیک انجام میدن، همونجوری که گفتم فقط برای مصرف داخلیه. ولی من وظیفه میدونستم که این پرسشی که شما مطرح کردید در واقع یه پرسپکتیو، یک بینش، یک منظر تازه بهش بدم. مرسی، ممنونم آقای دکتر احسامی. البته بعضی از جمهوری خواهان اساساً گفتن خیلی از موارد نه چندان درستی در گزارش هم ذکر شده، یعنی با خیلی موافق اصل گزارش هم نیستن، میگن خیلی هم اینطور نبوده که گفته شده. ولی به هر حال از طرف دیگه یه عده‌ای درخواست مجازات شکنجه‌گرا، اون افراد خاص، اون ماموران خاصی که شکنجه ها رو مرتکب شدن رو، این درخواست رو کردن. ممنون دکتر حسامی گرامی، تا فرصت بعد و توضیح های بیشتر از شما بشنویم. خوش بگذره سفر که هستین. به امید دیدار. مرسی. و از شما نیز شنوندگان و بینندگان گرامی صدای آمریکا رادیو تماشا متشکریم از همراهیتون. با ما بمانید با قسمت دوم خبرها. بخش دوم خبرها را از رادیو تصویری صدای آمریکا به آگاهیتان میرسانم. پلیس ترکیه روز یک شنبه به مقرهای چندین رسانه در این سوی آن سوی کشور یورش برد و دست کم 24 تن از هوا